به نام خدا و با عرض سلام، امروز چهارشنبه 27 قوس سال 1398 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. بازارچه صنایع دستی بانوان و تعمیر اداری شاروالی در ولسوالی یکاولنگ با هزینه حدود 8 میلیون افغانی به بهره برداری رسید. نمایش فیلم رؤیای بختعی در بامیان. وزارت مالیه میگوید مصرف بودجه توسعه‌ای به 89% رسیده است. و خواست نماینده سازمان ملل از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای پذیرش نتیجه انتخابات. فاطمه امیری هستم با مشروع خبرها. بازارچه صنایع دستی بانوان و تعمیر اداری شاروالی در ولسوالی یکاولنگ با هزینه حدود 8 میلیون افغانی به بهره برداری رسید. بازارچه صنایع دستی بانوان و تعمیر اداری شاروالی ولسوالی یکاولنگ نمبر یک این ولایت با تاریخ 26 قوس با حضور داشت مقام ولایت بامیان نهادهای مربوطه افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این بازارچه دارای 32 دکان به هزینه بیش از 3,800,000 افغانی از طریق عواید شاروالی تعمیر اداری شاروالی با هزینه حدود 4 میلیون افغانی ساخته شده است که 3,700,000 افغانی آن از طریق بودجه تشویقی که از طریق معینیت شاروالی های اداره مستقل ارگان های محلی به شاروالی کولنگ داده شده بود و متبقی از بودجه عواید شاروالی کولنگ پرداخت شده است. نمایش فیلم رؤیای بختعی در بامیان. رؤیای بختعی فیلم است که توسط اکادمی فیلم بامیان در سال 1397 خورشیدی با کارگردانی نیکبخت فرهمند، مشهور به بختعی در مورد زندگی، آرزوها و مشکلات بختعی تهیه شده بود. این فیلم روز سه‌شنبه به تاریخ 26 قوس در مرکز آموزش لینکن برای بیش از 50 جوان نمایش داده شد. بامیان فیلم اکادمی در سال 1396 تأسیس شده بود و در طی 3 سال گذشته بیش از 100 جوان پسر و دختر به شمول بختعی از دوره‌های آموزش فیلمسازی فارغ شده اند و در این مدت بیش از 100 فیلم کوتاه و طولانی، مستند و داستانی از زندگی مردم، ساحات تاریخی و باستانی و مناظر زیبای طبیعی بامیان و مناطق مرکزی تهیه شده است که در جشنواره‌های محلی، ملی و بین المللی مقام و جایزه گرفته است. نیکبخت فرهمند در سال 1386 به فیلم بودا از شرم فرو ریخت نقش بازی کرده بود که با استقبال اکثر از فیلمسازان، جوانان و فرهنگیان قرار گرفته بود. روند بازشماری آرا در 6 ولایت باقی مانده پایان یافته است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری در 6 ولایت به جز ولایت بغلان شب گذشته پایان یافته است. این کمیسیون امروز چهارشنبه در یک خبرنامه گفته است که روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری در ولایت های پنجشیر، جوزجان، سرپل، فاریاب، تخار و بدخشان به پایان رسیده است. این در حال است که این روند قبلا در 27 ولایت تکمیل شده بود، اما در 7 ولایت به دلیل مخالفت دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله متوقف گردیده بود. روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از آن در 7 ولایت باقی مانده آغاز شد که عبدالله عبدالله از هوادارانش خواست به کمیسیون مستقل انتخابات اجازه دهند تا این روند را تکمیل کند. وزارت مالیه میگوید مصرف بودجه توسعه‌ای به 89% رسیده است. وزارت مالیه میگوید که در حال حاضر مصرف بودجه توسعه‌ای به سطح حکومت به بیش از 89% رسیده است.
آمارهای این وزارت نشان می دهد که اداره ملی مدیریت حوادث 0% بودجه توسعه‌ای و آکادمی علوم وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و وزارت مبارزه با مواد مخدر کمتر از 50% بودجه توسعه‌ایشان را به مصرف رسانیده اند. این آمارها نشان می دهد که از 54 نهاد بودجه‌ای 8 نهاد کمتر از 50% بودجه توسعه‌ایشان را مصرف کرده اند. سخنگوی وزارت مالیه میگوید تا روز سه‌شنبه 26 ماه قوس مصرف بودجه عادی به بیش از 93% رسیده است. نهادهای بودجه‌ای که بیشترین مصرف بودجه توسعه‌ای را داشته‌اند: وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 99%، مشران و جرگه 96%، وزارت معادن و پترولیم 96%، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی 95%. نهادهای بودجه‌ای که کمترین مصرف بودجه توسعه‌ای را داشته‌اند: اداره ملی مدیریت حوادث 0%، اکادمی علوم 39%، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی 43%، اداره ملی استاندارد 46% و وزارت مبارزه با مواد مخدر 48% بودجه خویش را به مصرف رسانیده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه گفت تا امروز مصرف بودجه توسعه‌ای به سطح تمامی واحدهای بودجه‌ای 89.1% مصرف شده است، اما هنوز 4 روز دیگر به ختم سال مالی باقی مانده است. و نماینده سازمان ملل در افغانستان از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواست که نتیجه انتخابات را بپذیرد. تادامیچی یا ماماتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما روز دوشنبه در جلسه شورای امنیت از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواست که از ادامه روند انتخابات افغانستان حمایت کنند و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرند. او از تمام طرفهای دخیل در انتخابات خواست که اجازه دهند نهادهای انتخاباتی مسئولیت‌هایشان را به شمول رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی انجام دهند. از نامزدها و حامیانشان می‌خواهم که پس از رسیدگی قانونی به شکایت‌های انتخاباتی نتیجه را بپذیرند. وی همچنین گفت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هرچه باشد صلح مهمترین مسئولیت دولت جدید خواهد بود، در حالی که ما منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هستیم و آن هم تلاش‌ها برای صلح متوقف نشده است. آقای یاماتو تأکید کرد که در روند صلح تلاش‌های صورت گرفته و مسائل کلیدی وجود دارد که در روند صلح باید به آنها توجه شود. بیننده های گرامی، این بود اخبار امروز که تقدیم شما شد. سپاس از این که با سرویس خبر امروز همراه بودید. سایر برنامه های ما را فراموش نکنید. تا سرویس بعدی خبر، الله یار و نگهدارتان.